حالا که درباره استخدام جایگزین و جانشین پروری مقدمی گفتم، حالا میخوام تک تک اینا رو با هم مقایسه کنم و ببینیم جانشین پروری چه دستاوردهایی رو برای ما خواهد داشت. تو استخدام جایگزین یک فرد از سازمان خروج پیدا کرده. حالا خیلی از موقعات ما میدونیم حتی طرف قوانین کارم اداره کارم رعایت نمیکنه، کمتر از یک ماه از سازمان میره یا اصلا وسایلش رو لحظه ای میذاره میره و حالا من کاری ندارم اصلا بک‌گراند چیزی رخ داده که یک فرد این کار رو میکنه و دلیلش چیه، ولی این عکس العمل بحران رو این کار بحران ایجاد میکنه و ما نسبت به این بحران باید ریاکشن و عکس العمل انجام بدیم و سریعا به کارشناس استخدام میگیم که حالا به مدیر استخدام نیرو تامین بکن و اون آدم حالا باید دستشو بکنه توی کیسه جادویی، هر چی نیرو وجود داره در لحظه برای شما فراهم بکنه. شما داره یک عکس العمل نشون میدی. اما در جانشین پروری ما دست به فورکست میزنیم، دست به پریدیکت میزنیم، دست به پیشبینی میزنیم، برای پیشبینیمون برنامه ریزی میکنیم، به صورت استراتژیک آدم ها رو داریم توسعه میدیم میاریم بالا. در نتیجه جانشین پروری یک عکس العمل به بحران نیست، یک برنامه ریزی برای جلوگیری از بحران هستش. مورد بعدی عدم انعطاف پذیری و محدودیت به انتخاب های موجود هستش و محدود به انتخاب های موجود هستش، یعنی این که ما الان آگاهی دادیم، یک تعداد کاندید داریم و در واقع اون استخر استعداد ما خیلی محدود هستش، ما انعطاف پذیر نیستیم که الان چه کار بکنیم. در حالی که ما در جانشین پروری انعطاف پذیری داریم، امکان انتخاب فرد مناسب رو داریم، ممکنه عامل ها فاکتورهای مختلفی رو بررسی بکنیم، از توی استخر استعدادهایی که داریم دست به انتخاب در واقع بزنیم. استخدام جایگزین یک درمان سریع، شبیه اینکه من الان سردرد دارم، امروز آسترومافه میخورم، دوباره سه روز دیگه سردرد دارم، دوباره آسترومافه میخورم، هی مسکنی دارم پیدا میکنم که این مشکل رو حل بکنه. ولی جانشین پروری تعهد به سازمان توسعه بلند مدت هستش. ما در واقع داریم این ریشه یابی کنیم، بدونیم دلیل این سردرد چیه، این بار آدم هایی رو توسعه بدیم که در یک سال آینده دو سال آینده ما رو دچار سردرد نکنن و این مشکل بهتر حل بشه. مورد چهارم، بر مبنای شرح شغل و نیازهای فعلی در استخدام جایگزین ما اقدام میکنیم. وقتی نیرو میره و من نیروی استخدام خودم میگم که شما الان باید تا هفته آینده به من یک تعداد روزمو بده من دست به تصمیم بگیرم نیرو رو تامین بکنم، یعنی داریم فقط شرح شغل فعلی و نیازهای فعلی رو بررسی میکنیم، یک تعداد نیازهایی که ممکن دو تا سه ماه آینده رو بدونیم داریم تعیین تکلیف میکنیم. عموما روی کردی نیستش که پشتش فکر شده باشه، استراتژیک باشه، ولی توی توسعه ما بر شرح شغل هامون رو قبلش آپدیت کردیم، به روز رسانی کردیم، ببینیم چه مهارتی نیاز داریم، چه اسکیلی نیاز داریم، چه شایستگی های رفتاری نیاز داریم، چه ابیلیتی یا توانایی نیاز داریم، به اینو آینده نگری رو با خودمون توی جانشین پروری داریم پیش میبریم. مورد بعدی، مبتنی بر نظر مدیر ارشد و یک یا دو کاندید خواهد بود. یعنی ما وقتی آگاهی میزنیم تو اون قیف در واقع به اصطلاح پایپلاین استخدام وارد میشیم، استپ به استپ کاندیدها رو رد میکنیم، نهایت به یک یا دو کاندید میرسیم که با نظر مدیر ارشد و حالا نهایتا که حالا مدیر عامل هستش در واقع به صورت حالا بحث استخدام زیاده انتخاب میکنیم و نیرو استخدام میکنیم. در حالی که توی جانشین پروری ما مبتنی بر استخر استعدادها داریم کار میکنیم، انتخابهای گسترده ای رو برای خودمون فراهم میکنیم تا بتونیم آدمهایی رو که خودمون میخوایم رو بکشیم بیرون، اون نسخه خودمون رو بتونیم در واقع توسعه بدیم، نسخه خریده بقیه رو در واقع نیایم بیرون بکشیم. چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه وقتی ما یک آدمی رو داریم استخدام میکنیم، اون آدم ممکن توانایی و مهارت ها و نیازهای لحظه ما رو فراهم بکنه، ولی یادتون باشه اون داره مثلا فرهنگ و کالچر سازمان ها، آسیب های روی روانی و خیلی مسائل دیگه رو از سازمان دیگه داشته با خودش وارد سازمان ما میکنه و ممکنه که در واقع ضمن این که ما احساس میکنیم فواید زیادی از اون آدم ممکنه تو استخدام کسب کنیم، مضرات بیشتری رو در واقع به ما وارد بکنه و وقتی کاست و بنفیت میکنیم، هزینه و سود میکنیم، هزینه های اون آدم در نهایت برای ما بیشتر خواهد بود.